بینندگان عزیز، به بخشی از برنامه رسیدیم که بسیار مورد علاقه و استفاده خود من و دیگر دوستانم همیشه بوده و هست و امیدوارم که شما عزیزان هم بتونید ازش بسیار استفاده بکنید. برنامه تن و تندرستی همراه با پروفسور قدیریان نازنین، پرویز قدیریان، یکی از افرادی که باعث افتخار است اول از همه که در کنارشون باشیم و باهاشون صحبت داشته باشیم و ایشون استاد دانشگاه مونترال هستند در رشته تغذیه، همینطور استاد دانشگاه مکگیل هستند در رشته سرطان شناسی. کتاب ها و مقالات متعددی هم از ایشان به چاپ رسیده که مطمئنم شما عزیزان تا الان خیلی از اونها رو مطالعه کردید یا با نام ایشون به هر شکل و نحوی که هست آشنایی کامل پیدا کردید. کتاب فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده در 5 جلد از کارهای خوب ایشون هست که میتونید اون رو تهیه بکنید و به عنوان یک ریفرنس پزشکی واقعا ازش استفاده کنید که امیدوارم قابل استفاده همه شما عزیزان باشه. و کتاب سرطان هست که علل بروز و چگونگی پیشگیری رو درش صحبت کردن. کتاب ها رو در ضمن از شرکت کتاب میتونید تهیه بکنید یا به سایت www.allnaturalremedies.net میتونید اون رو تهیه کنید یا با تلفن 514-323-2174. در این حال میتونید همیشه این گفتگوهایی رو که با جناب قدیریان داریم در برنامه در سایت ایرانیان فینانشال تایمز اون رو مطالعه کنید که آدرس رو در روی تصویر میبینید www.iranianft.com یا در روی کانال 175 جیلویز میتونید مصاحبه ها رو داشته باشید. توضیحات مفصلی دادم که شما آماده باشید، قلم و کاغذ آماده کرده باشید و صحبت های ایشون رو من جای شما باشم یادداشت ازش برمیدارم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب قدیریان نازنین. با درود و آرزوی تن سالم و دل خوش برای شما سرکار خانم شیرازی، همه همکاران شما و همه بینندگان عزیز در همه جای دنیا. خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. من بیشتر قربان، همیشه استفاده کردیم از نصایح شما و میدونم که وقتی مسئله پزشکی پیش میاد قبل از همه چیز با شما آدم یک مشورت داشته باشه بسیار مفید هست. گرچه میره آدم پزشکا رو میبینه، نظرات اونا رو هم میگیره، ولی در نهایت خوبه که با شما یک مشورتی دوستان داشته باشن. اگر ممکنه آخرین اخبار پزشکی که بیرون آمده و از دیروز صحبت‌های زیادی در مورد گوشت گاو و شبیه به اونو اینها به وجود آمده، اگه ممکنه اشاراتی بفرمایید سپاسگزارتون میشم. با کمال میل، از دیروز سوالای سرصدای شده به نام تست تیوب همبرگر، گوشت مصنوعی که گاوی هستش که در خارج از بدنش درست شده، وسیله استمسل هایی که در امام بهش بگیم سلول مادر به فارسی، اینا آمدند 250,000 دلار خرج کردن یه همبرگر درست کردن به اندازه به 150 گرم و چندین ماه چندین سال شار کردن و دیروز اگر چیز بود دی از متخصصین تغذیه و افراد مختلف دعوت کردن که اینو آزمایش کنن بخورن ببینن چه مزه میده. عجب. چی فکر میکنین در موردش؟ فکر کنین همچین چیزی میتونه در آینده بخشی از غذای مردم جهان رو به خودش اختصاص بده و مفید هست؟ اوکی هست؟ از علمی باید بگم که خیلی خطرناکه، برای اینکه ما نمیدونیم چی پیش میاد. ببینیم یعنی که به خاطر اینکه چیز گاو مثلا ممکنه باعث آلودگی محیط زیست بشه، قیمت گوشت بالا شده، نمیدونم هر 1 کیلو گوشت که تولید میشه در حدود 300-400 لیتر آب مصرف کنه، از این حرفا. ولی باید بگم که ما هیچی نمیدونیم که این به اصطلاح گوشت های مصنوعی هست که از به اصطلاح استمسل درست شده در بدن ما چه خواهد کرد. مثلا ما میدونیم که اگر شما دیدید که کلون هایی که میکردن با گوسفندها یا چیز دیگه، اینا هیچ کدومشو خوب زندگی نکردن، همشون مریض شدن، از بین رفتن، به هر حال نمیشه دست بده به طبیعت زد و اینو به کلی عوض کرد. این گوشت به علتی که هیچ مسئولیتی نداره در بدن درست نشده، در برابر عفونت ها خیلی خیلی حساسه. اینا میگن که چون گاو آنتیبیوتیک میخوره و به اصطلاح هورمون میخوره گوشتش خوب نیست، درسته که این پر آنتیبیوتیکی باید توش باشه که این خراب نشه. برای اینکه گوشتی هستش که در بیرون از بدن درست میشه و باید مواظب باشن که میکروب هاشون وارد نشه اینا. بعدش آیا وقتی که چنین چیزی میاد به بازار جناب قدیریان، مگه نباید که FDA
این رو یک منتجه که میدونستم مثلا مسائل دارویی یا غیره که بود 10 سال باید بررسی بشه قبل از اینکه به مارکت ارائه بشه. آیا اینا اون دیوریشن رو طی خواهند کرد که ببینن این جنتیکلی این چیزی که ساخته شده اثرات موجود داره؟ خلا خودشون گفتن که 20 سال دیگه این به بازار میاد. خدا رو شکر الان نیست. باز خدا رو شکر. یعنی الان این نمونه که بودن گفتن 20 سال دیگه، برای اینکه اگه بخوان یه همبرگر 2500 دلاری درست کنن که دیگه هیچ کسی نمیخوره. اینا میخوان ببینن که میتونن این تکنولوژی رو کاملتر کنن و بتونن چیز کنن. مسلما FDA میاد چیز میکنه، مسلما باید روی حیوان آزمایش بشه، روی از انسان مدت آزمایش بشه، بعد فهمیده بشه. ما داشتیم غذاهایی بوده که دستکاری شده، همون جنتیکی مودیفای فود آن ما داریم که بشر داره از بین میبره اصلا. ای بابا هم اون مسئولیتش از بین داره میبره. اینا هم باعث میشه که باید خیلی خیلی مواظب بود. بعدش برای رنگ این گوشت، رنگش سفیده وقتی درست میشه، اینا میان رنگای مصنوعی بهش میزنن. خود این رنگا چه کار میکنه؟ من نمیدارم بدن. وای فنا. خیلی جالبه برای من، خیلی به عنوان مرغه خیلی جالبه. اینا میگن انیمال رایت، میگن بخواد حیوانا رو نباید ذکر کرد. اینا هیچ کدوم به فکری نیست که در روز، هر دو روز در دنیا در روز 5000 بچه از گرسنگی میمیره. نمیدونم در خود میدلیش که الان جنگ به درواسی میگن که روزی 5000 بچه بس در اثر بیماری های مختلفه و نداشتن غذا و اینا یا تو بیمارستان ها شد میمیرن. این فکر را نمی کنم و بعد دنبال یه چیز میرن که تو طبیعت فراوان گوشت گاو و گوسفند و مرغ و ماهی و اینا خیلی فراوان از طبیعی هستش، پس چیز طبیعت در اختیار ما گذاشته، میتونیم ازش استفاده کنیم. ولی اینا میرن دنبال کاری که واقعا اصلا خطرناکه، بیان روش خطرناکه. برقیده من این پا نخواهد گرفت و هیچ کسی این همبرگرها نمیخوره. شما خود تصور کنید الان اگه برید توی یه رستوران ویژیتریان ها ببینید چلو کباب دارن، نمیدونم همبرگر دارن، خیلی مزهش هم خیلی خوبه، این آدم میتونه استفاده کنه. خب قیمت بسیار مناسب و تازه گیاهی. چطور آدم بره یه گوشت رو مصرف کنه که در بیرون از بدن حیوان درست شده؟ ما هیچ خبرش نداریم چه خواهد شد. شما اصولا موافق این هستید که بیشتر بخش غذای ما غذاهای گیاهی باشه و موافق هستید با طرز خورد و خوراک ویژیتریان ها؟ الان دنیای جور هستش، به کلی برگردیم به ویژیتریان، برای اینکه اگر اینطور باشه مثلا شیر و گوشت ننه ها را مصرف کنیم در بیمارستان ما میلیون نفر مریض داریم که اینا نمیتونن زندگی کنن. درسته من عقیده دارم در آینده بشر میتونه گوشت بذاری کنه، ولی در حال حاضر خیلی مشکله، مخصوصا نسل ما که به گوشت خوری عادت کرده خیلی مشکله. بله ما نمیتونیم درک کنیم، ولی بچه ها ما میتونه عادت بدیم گوشت نخورن. و تازه بچه ها میتونن تا سن مثلا در 15 سالگی که رشد بدنشون زیاد هستش مصرف کنن، بعد یواش یواش از گوشت در بیان. گوشت قرمز الان ثابت شده، ما خودمون کار کردیم روش، کسی که در هفته 2 بار گوشت قرمز مصرف کنه 40% بیشتر از دیگران سرطان روده بزرگ میگیره. آه واو. به تمام اینا که هستش، اینا مشکلاتی هستش، ولی به هر حال ترک عادت خیلی مشکل. عادت ما عادت کردیم مثلا در آمریکا شمالی 2 عادت خیلی بدی هستش، یکی شورخوری یکی شیرین خوری. ما بزرگسالا به شورخوری عادت داریم، بچه‌ها هم به شیرینی خوری، غذا شیرین. اینا باعث میشه که واقعا بیماری‌ها بخشش کرده و مشکلات بسیاری رو به وجود میاره. شاید باید از بچگی باید توی پدر مادرها یا یک سیستم باشه که به اینا یاد بدن که چه غذاهایی برای 20 سال دیگه بده برای بدنتون، چه غذاهایی رو نباید خورد. الان مثلا این چیز رنگی هایی که میخورن میگن انرژی دریک، اینا اصلا واقعا از سم بدتر. بچه ها شروع کردن به خوردن نوشیدنیش و اینا و نمیدونیم در سال دیگه چه خواهد شد. همطور شما رو اشاره فرمودید باید چند سال طول بکشه. مثلا ما در اپیدمیولوژی میخوایم علت مریضی رو بفهمیم، بعد این چند سالی 10-15 سال تو بازار باشه، یه چند میلیون نفر استفاده کنن، بعدا بفهمیم که بله این اثراتش چجوری هستش، با افراد معمولی مقایسه کنیم ببینیم این چه خوبی یا نه. بله. این متاسفانه ممکن مشکلات بشه. تازه اون چیزی رو که طبیعت بهمون داده با 1001 مشکل بدنمون پذیرا میشه. وای به حال چیزی که بخوان اون رو ژنتیکلی هم مودیفایش بکنن و 1001 بلا به سرش بیارن، این بدن بیچاره چجوری کانفیوز نشه و قاطی نکنه، خیلی مسئله مهمی هست. ولی فرمایش شما که رو بیاریم به همون سیستم گیاهخواری و ویجیتریان شدن، رفته رفته اگر در کارامون بگذاریم و کم 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 بکنیم، شاید کم کم بتونه اون عادت دیرینه هم از سرمون بیفته. برای که الان همیشه داریم مرتب میخوریم.
حتی ویژیتریان باید باشیم یادمون باشه که اینا الان غذایی که چیز کردن از ژنتیکی دستکاری کردن. مثلا شما سیب زمینی میخرید که در کانادا فراوونه میندازید گوشه خونتون باید 8 ماه 9 ماه هیچ طور نمیشه. چرا؟ برای اینکه از ژنتیکی دستکاری شده تو شیب چیز کردن، یه کاری کردن که هیچ موجود زنده ویروسی نمیدونم میکروب رشد نمیکنه. اینا برای فروشنده خیلی خوبه، برای کشاورز خیلی خوبه، ولی برای ماها ببینید که وقتی که غذایی که توش هیچ ویروسی هیچ عاملی نمیتونه رشد کنه وقتی بده به تو بدن ما با سلولامو چه خواهد کرد؟ چطور میشه که تو بدن ما بتونه مهم تحمل کنیم برای 10 سال 15 سال؟ مسلما مشکلاتی پیش خواهد اومد. اینا هم هستش که الان کلون کردن خب از بد نیست، ولی دستکاری کردن از ژنتیکی بسیار بسیار خطرناکه و متاسفانه دارن برزها و گیاهایی که مثل میوه‌جات مال سابق بوده از بین میره. الان گلابی میخرید اصلا میری مزه لیمو ترش میده هم که کار کرده که اصلا تعادل طبیعت دارن به هم میزنن، دارن به هم میزنن. عجیبه. بله، شما اشاره فرمودید در بخشی از گفتارتون که رابطه خوردن گوشت قرمز و به وجود آمدن سرطان روده بزرگ، اصلا بفرمایید رابطه تغذیه و سرطان، چون این روزها سرطان داره بیداد میکنه و انواع و اقسامش به تعداد زیادی در بین مردم مشخص شده، کما اینکه سرطان سینه از هر 3 زن یک نفر داره مبتلا میشه و دیگر سرطان ها از روده بزرگ گرفته، پانکراس و غیره. اگه ممکنه رابطه تغذیه رو با سرطان ها اشاره بهش بفرمایید. حتما. میدونی که ما الان در دنیا مثلا در آمریکا شمالی تا 10 سال پیش یک نفر از 3 نفر سرطان میگیره، ولی الان شده یک نفر از 2.5 نفر سرطان میگیره. یعنی ما وقتی توی اتاق 50 نفر نشستیم 25 نفرمون سرطان میگیره. در صورتی مریضی هستش که من تو کتاب نوشتم نباید ترسید و شناخت علتش رو باید ازش دوری کرد. خیلی راحته. 35% سرطان ها خانم شیرازی از چیز میاد؟ از تغذیه بد میاد. بله. 30% هم از سیگار میاد. بعد حالا ببینید این دوتا اگه من در تغذیه خوب داشته باشین، سیگار نکشین، 65% کمتر سرطان میگیرید. بعد ژنتیک تقریبا من 15 سال ژنتیک کار میکنم، گروه ما خیلی از نظر کار کرده، یه خیلی ناچیزه. مثلا 5% خانمایی که در خانوادهشون 3 یا بیشتر سرطان سینه دارن، اینا امکان ژنتیکی هست. اصلا ژنتیک خیلی ما اول فکر کردیم که تمام این عوامل ژنتیکی، الان میفهمیم که تمام عوامل محیطی هستش. استرس چطور دکتر؟ بنابراین ما باید اگه محیط موازی با خودمون باشیم، غذا اینا میتونیم جلوش رو بگیریم. علتی که فرمودی اشاره کردی، باید بگم که غذا هستش که تازه تهیه غذا خیلی مهم هستش. ما غذا رو میسوزونیم، ما ایرانی ها خیلی دوست داریم تعدیق سوخته بخوریم. اینا هر غذا که بسوزه سرطان زا میشه نباد خورد. واجب بود. کفک زدن، غذای کفک زده هستش که اصلا در آفریقا اصلا این محشر میکنه برای وجود آمدن سرطان کبد. چیزی توش هست به نام آفلاتوکسین. این اصلا سرطان زا، سرطان کبد به وجود میاد. نباید به هیچ عنوان حتی نباید به حیوان ها بدیم که غذای کبک زده باید بریزیم دور. بعدش هم بعد موقع بدن خودش چیز مواد سرطان زا میکنه. یعنی ما غذا میخوریم تو رودمون مقدار نیتریت هستش که این متاسفانه تبدیل میشه به ماده سرطان زا. باید بدونید چه غذایی رو باید بخورید، چه غذا باید نخورید که با هم دیگه. بعض از غذا هستن طبیعتا سرطان زا هستن. الان یک چیزی غذایی هستش به نام اسفناج وحشی که در ترکیه و در ژاپن زیاد مصرف میشه. این اصلا تویش سرطان، ماده سرطان وجود داره، سرطان زا. عجب. بشناسیم که اینا مصرف نکنیم. بعد ما الان 500 نوع افزاینده ها و رنگ های غذایی داریم خانم شیرازی. بله. اینجا نوعش چیزی به سرا معافن و بیزاره ندارم. اصلا 500 نوع 650 نوعش خطرناک است. ای بابا. شما غذا از چی میاد؟ نمیدونم رنگایی که تو غذای بچه ها میزنه. اصلا شما بچه های وقتی غذای رو خورد بعد 4 روز روانش نگاه کنیم این رنگی، این رنگ طبیعی نیست، این رنگ شیمیایی هستش که به اینا میزنن و هیچ کسی به رحم این بکشه نخواهد کرد. این هستش به هیچ عنوان نباید از این نوشابه رنگی رو گرفت بچه ها داد و اینا رو چیز کردن. آه مصرف نمک زیاد هستش که عرض کردم. برای اولین بار گروه ما پیدا کرد که مصرف نمک زیاد باشه باید بروز سرطان پانکراس میشه. و الان مشکل چیز رسال ما در آمریکا شمالی به اصطلاح پیش رفته این نمک زیاد هستش که ما مصرف کنیم. گوشت قرمز بهش اشاره کردم. چقدرم سرطان پانکراس زیاد شده؟ پس نمک میتونه
نقش عمده بازی کنه فرمودید. یکی از اون هستش، ولی این برای اولین بار پیدا شد که کسی که نمک زیادتر میخوره بیشتر سرطان پانکراس میده. عجب. پس ما باید شیرینی رو باید کم کنیم، نوشابه های رنگی رو بذاریم کنار، نمک رو بذاریم کنار و مواد قندی هم کم کنیم و مواد طبیعی بخوریم، آب میوه. و بس میوه هم باید بگیرم که واقعا این برنامه شما اینجا جاش باید شده به عزیزانی که این برنامه رو میبینم، میوه هایی که خوش رنگ و پر رنگ، همیشه من میگم انگوری که میگیری اگر انگور یاقوتی یا تیر تر باشه این خاصتش بیهایی بیشتره، برای اینکه فلاونویدش خیلی خیلی زیادتره. الان گوجه فرنگی اومده که رنگ سفید اصلا به درد نمیخوره. ما لیکوپنی که چند سال پیش شرح کردن دانشمندان توی گوجه فرنگی واقعا در تمام سرطان ها نقش خیلی مهم داره. من میخوام به همه عزیزان بگم، مخصوصا آقایون که میخوان سرطان پروستات نگیرن، گوجه فرنگی رو کباب کنن و اونو کمی روغن روش بریزن بخورن، توش پر لیکوپنه که از تمام سرطان ها جلوگیری میکنه. چه خوب. و سبزیجات باید هستن، سبزیجات سبز تیر رنگ، میوه‌جات خوش رنگ پر رنگ، آلبالو، گیلاس، اینا چیزایی که کم رنگی نمیگن که خطرناکه، ولی چیز خاصیت اونو نداره. بعد موجب بود چیا خاصیت نداره فرمودین؟ یعنی خاصیت اون واسه شما گیلاس رو خرید، گیلاسی که بی رنگ، گیلاس که قرمز رنگه، خاصیت گیلاس قرمز رنگ خیلی خیلی بیشتر از اون یکی هست. و با بریزام که خیلی از من موافق هستین، توت فرنگی، نمیدونم شاتوت و بقیه اونها. ولی شاید این مثلا این گوجه فرنگی مثلا این چیز واقعا معجزه میکنه. 80-90 سال پیش مردم دست پیش نمیزدن، میگفتن میوه شیطانیه، فقط به خاطر زینت آلات تو خونه میکاشتن. الان این اومده واقعا از چند سالی گذشته یک انقلاب تغذیه به وجود آورده. گوجه فرنگی خام شما اگه بخورید ممکنه 10% از این لیکوپن جذب بشه، ولی اگه یکم حرارتش بدید 80-90% جمع میشه. ببینید که شما چقدر راحت برای سرطان سینه، سرطان مختلف بی اندازه خوبه. و اینو میتونید کمی گرمش کنید، کمی روغن روش بریزید و بخورید. و علتی که این پیدا کردن که روزی که گوجه فرنگی این کار رو میکنه، فهمیدن که ایتالیا با وجود که اینقدر چاق هستن کمتر سرطان میگیرن، کمتر بیماری قلبی میگیرن، فهمیدن که اینا همش رو به گوجه فرنگی میخورن، روغن زیتون میخورن و بعدش هم لبنیات میخورن. اینه که این مخصوصا لیکوپن هستش که نمیذارن اینا به سلام مریض بشن. درست. در موقع روغن چیز صحبت کردیم، روغن زیتون، بین خانش الان ثابت شده خانم هایی که روزی هفته دو بار دو تا قاشق غذاخوری روغن زیتون میخورن 40% کمتر سرطان سینه میگیرن. ای بابا عجب. از جایی که ما بدیم مثلا از اون روغن هایی که اصلا من نمیشناسیم بخوریم بخوریم، بهتر نیست که روغن زیتون بخوریم؟ آیا روغن زیتون رو در پخت هم میشه استفاده کرد؟ چون من شنیده بودم که روغن زیتون رو وقتی حرارت ببینه ماهیتش بد میشه، این درسته یا غلطه؟ نه، حرارت زیاد هر چیزی بدی چیزی الان به صلاح خوب نیست. روغن زیتون نباید زیاد جوشوندش. شما نمیتونید روغن زیتون مثل اونه که به هم برگه به صلاح چیز فرنس فراید رو سکنم بجوشونید، اگه که گرم بشه اشکال نداره، ولی میتونید رو غذتون رو میتونید روی همینطوری رو سالات بریزید، رو غذا بریزید. ما سلام وقت غذا رو مثلا تشویدین حتی برنج رو روش رو غذتون بس رو گرفتن میریزن. بله. بعد برای پختن از کدوم روغن استفاده بکنیم؟ وقتی میخوایم خورش های ایرانی رو درست بکنیم، روغن هسته انگور الان میگن، روغن کانولا اویل میگن. چیز کانولا اویل که متاسفانه اصلا چیزی در باش خیلی بدی نشده، برای اینکه از یه گیاه درست شده که ازش مواد چیز ضد حشرات درست میکردن، هنوز میگن یه مادهش خوب نیست. ولی چیز روغن آفتاب گردان هستش خیلی خوبه. روغن چیز هستی انگور چطوره؟ انگور که اصلا بیدانه که بگم درست نمیم. اگر شما میدید مغازه میگه چیز روغن هستی انگور داره، یه لیستی میده در دارم. اگر یه لیست هستی انگور شما فرین 40 تا پیدا کنی خیلی خیلی کار مهمی کنی، ولی خیلی گرونه پیدا نمیشه. و اگر این تجزیه کنید میبینید که روغن هستی انگور نیسته. شما باید باشه جایی از کازهایی بگیرید که مطمئن بشید روغن هستی انگوره. این گرفتاری هست، تقلباتی هستش که حتی کمپانی بسیار بزرگ میکنن، بسیار بزرگ بزرگی هستش. پس مردم. توصیه شما روغن آفتابگردون از همه اینا بهتره؟ روغن آفتابگردون هسته، برشم
چیز این چی میگن کورن اویل هستش. کورن اویل هم خوبه. اوکی. این هم برای سرخ کردن اینا خوبه میدونن. بله. از استفاده کرد. بله. الان برای این روغن بهتر تمام میکنه از نظر حرارت. خود روغن زیتون میتونه اول بده ولی نباید بجوشونه. نباید بجوشه. بله. اوکی. مسئله استرس رو میخوام ازتون بپرسم که استرس چقدر نقش داره در سرطان های امروزه، چون خیلی از افراد، کسانی که دیده شده در استرس های زیاد بودن، اتفاق ناگواری در خانوادهشون میفته، کسی رو از دست میدن، اینها خیلی هاشون نشون داده که بعدها به سرطان مبتلا شدن. آیا میتونه استرس نقشی داشته باشه یا نه؟ سوال بسیار جالبی هستش. دو تا سرطان هستش که مستقیما با استرس رابطه داره، که سرطان معده هست، گلو، یکی هم سرطان پانکراس هستش. الان مثلا یک کشوری میشه مردم زندگیشون از دست میدن، اول کار میشه این پانکراس با کلی چیز میشه، فلج میشه، کار نمی کنه. عجب. و الان ما میدونیم در ایران بیماری خند محشر کرده، برای اینکه بخاطر که مشکلاتی هستش اینا بیماری خند میگه. اگه اینا برگردن به محیطی اولیشون، این بیماری خندش خوب میشه، پانکراس رو بکنن به کار کردن. در صورت این استرس بیانز محصر من سنان وقتی که تا حالا چندین هزار مریض مصابه کردن در زندگی من 45 سالگی، همیشه از مریض یه سوال بعد آخرش میکنم، میگن تو خودت چی فکر میکنی که باعث این بیماری شده؟ سرطان معده که در شمال ایران خیلی زیاد هستش، اکثرشون میگفتن که پسرم تصادف کرده مرد، نمیدونم پدرم فلان شده، اینا من خناق گرفتن، نمیدونم گلوم گرفت و نمیدونم فلان و اینا. و میفهمیم که این استرس باعث میشه که این آنزیم ها و هورمون هایی هستن که در بدن که سرطان زا هستن، اینا هم موقع میان از فرصت استفاده میکنن و رشد میکنن و ترشح میکنن و باعث چیز میشه. دو تا سرطان ما تقریبا میدونیم که رابطه داره با استرس. سرطان دیگه ممکنه باشه، بیماری دیگه باید باشه. استرس خیلی مسئول مهمی هستش، مخصوصا استرس کهنه باشه، کسی بهش توجه نکنه، درمان نکنه، در سبب به وجود میاره. ولی به هر حال همینطوری شما فرمودی، آره، رابطه مستقیم داره. خلاصه جناب قدیریان، ما داریم این روزها روز به روز زندگی میکنیم با این تفاصیلی که هست و مشکلاتی که وجود داره، غذاهای هورمونی و همه مشکلات عدیدهی که هست، ولی حضور اشخاصی مثل شما که راهنمایی های بسیار مفیدی رو در زمینه تغذیه به انسان ها بکنن، شاید یک راه حلی باشه برای خیلی ها که بخوان مودیفای کنن مدل غذا خوردنشون رو، عوض کنن کاری که انجام میدن و شاید زندگی طولانی تری بتونن برای خودشون رقم بزنن. من اگه ما بدونیم چی بخوریم چی برای چی خوبه، مثل اصلا از این چیزا بسیار جلوگی کنیم. الان افاده هستن که در ژاپن 110 سال دارن، اگر بپرسی چی کار کردن غذاشون بخوریم، واقعا آدم بودن که مواظب بودن، زیاد نمیخوردن. و بعدش من همیشه توصیه میکنم که ما به جای 3 وعده غذا باید عوض کنیم، عوض شیم 5 وعده غذا، همون 3 وعده رو در 5 وعده بخوریم. میشینیم یه دفعه مثلا صبحونه نمیخوریم. الان بارها مقالات چاپ شده که کسی صبحونه نمیخونه بیشتر مرض قلب میگیره، بیشتر سکته میکنه. چرا؟ برای اینکه شما صبحونه نمیخوره، میگه خب چون صبحونه نخوردم میرم یک غذا از نهار میرم یه چیزی میخورم، چون صبحونه نخوردن نهار چیز میخوام بزرگتر، و چون صبحونه نخوردن شام بزرگتر میخوام. اینا تموم باعث بشه که این مشکلات هست. من میگم که غذای 3 وعده رو حساب کنید چقدر بود، چه جوری بوده، در 5 وعده غذا بخورید و واقعا سالمتر میمونید. بعدن تو میتونه قشنگ به شما برسه. و بعد میگن که هر دفعه که شما غذایی رو شروع میکنید، بدن شروع میکنه به سوزوندن 500 کالری. و این خودش بدن عادت میکنه در 5 بعد در روز کالری رو بسوزونه، تازه وزنتون هم پایین میاد. بله. حالا بعد اگه فرصتی بود در بوده خیلی چیز هستی مثل قهوه هستش، یعنی نمیدونم چی سرکه سی راستی، معجزاتی که اینا که میکنن که واقعا در بوده بیماری خند و سرطان اینا. تازه وقت شما رو موفق شدیم که به خودمون اختصاص بدیم رو همین اصله که میخوایم با کمک شما واقعا هموطنانمون و همزبانانمون و کسانی که برنامه رو میتونن ببینن رو یاری بدیم که بتونن زندگی سالمتری داشته باشن. و واقعا مدیون زحمات و تحقیقات و کارهایی هستیم که شما انجام دادید. انشالله من به دوستان نوید میدم که برنامه های متعددی خواهیم داشت در حضور جناب قدیریان. حیف که در راه دور هستن، ولی هر چند صباحی هم قول میدن به ما که هر وقت تشریف آوردن و
جنوب کالیفرنیایی رو کالیفرنیایی ها رو مورد تفقد قرار دادن، ما هم بتونیم از حضور ایشون در استودیو خودمون بهره مند بشیم. برها خیلی سپاسگزارم. دوستان شماره تلفن و تمام اطلاعات رو در روی تصویر دیدید، تماس بگیرید، درخواست بکنید کتابایی رو که چاپ کردن به صورت یک بایبل و واقعا کتابی که بهش مراجعه میکنید در منظرتون نگهداری کنید، بخونید، مطالعه کنید و اون رو عمل بکنید. جناب قدیریان چیزی هست بخواین اضافه بفرمایید قبل از اینکه امروز برنامه رو فقط یه چیزی بگم عزیزانی که میتونم برن بیان شهروند.com رو بخونم. هر روز جمعه دو صفحه از آخرین اخبار پزشکی دارم تو شهروند.com. شهروند.com خیلی سپاسگزار. و در برنامه ایرانیان فاینانشال تایمز هم که دوستان میتونن بیان و صدای نازنین خود شما رو داشته باشن و برنامه‌هایی رو که در حضورتون ضبط می‌کنیم دنبال بکنن و این در اینها یوتیوب هم خواهد شد و خلاصه دسترسی دارید به اطلاعات. اگر کوتاهی کنید دوستان عزیز، خودتون در حق خودتون کوتاهی کردید، وگرنه اطلاعات بسیار مفید رو جناب قدیریان در اختیار همگان قرار میدن. سپاسگزارتون هستم، به امید صحبت مجدد. خیلی ممنون شما هستم که امروز این فرصت من دادید که هم صدای شما بشنوم هم به عزیزان صحبت بشنوم. بزرگواری کردید، ممنونم از لطفتون. خداحافظ. This is Michael Moore. I am here to make a citizen's arrest of the board of directors of AIG. وال استریت. سوداوران یا سارقان. We want our money back. جامعه. طغیان یا تمکین. مدیا. تعلیم یا تحمیق. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. قرن 21. آزادی یا اسارت. دنیا، بربریت یا بشریت. خاورمیانه، دخالت‌های بشردوستانه یا کشتارهای بیرحمانه. That's our new job in the world, bombing brown people. Iraq, Panama, Grenada, Libya, you got some brown people in your country, tell them to watch the out. پزشکی، طبابت یا تجارت. They basically believe that everyone is mentally ill. Anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. All in all, it's just a break in the wall.